افتاد. اما راجع به تجهیزات پلیس، ما اصلا چنین چیزی نیست. همین که دارم عرض میکنم در کمترین زمان با قدرت هم قائل جمع شد و هم تمام افراد اصلی، ما جوری عملیات رو طراحی کرده بودیم و آماده کرده بودیم که اجازه ندادیم این افراد در واقع از محل خارج بشن. در کمترین زمان اینا رو در واقع جمع‌آوری کردیم و دستگیر کردیم و یک نفر رو ما اجازه، شما ببینید تو اتفاقاتی که توسط پلیسای دیگه دنیا داره اتفاق میفته، تو همین قائله نصف خیلی ساده تر چه تعداد افراد جانشون از دست میدن. ما حتی برای جان همین اراذل اوباش هم ارزش قائلیم. نظام جمهوری اسلامی اینطوری، این رو هم بگم در واقع این گونه نیست، یا این حرفایی که دارن بعضیا میزنن تک و توک اصلا این گونه نیست. خط قرمز نیروی انتظامی برابر تدبیر و ابلاغ فرماندهی محترم نیروی انتظامی بحث امنیت جامعه است، امنیت مردمه، آرامش مردم. مماشات نمیکنه اصلا اینطوری نیست. خیشتنداری و برخورد مدبرانه نباید عنوان مماشات یا حالا کوتاه آمدن یا ایراد گرفتن باشه. نه، ما باید با دراهیت و با برنامه ریزی، ولی من میتونستیم با یه آرپیجی بزنیم خون مردم رو داغون کنیم، اینا اینطوری نیست. ما با دراهیت و با اقتدار، ضمن اینکه اون حالت رأفت و رحمت رو به کار بردیم، با اقتدار هم تو این قصه اون لحظه که قرار شد عمل بکنیم، خب بالاخره دستگاه دیگه هم هستن کنار ما، عزیزان قضایی بودن کنار ما، عزیزان سپاه و بسیج بودن کنار ما، مسئولین و مقامات استانی بودن، استاندار محترم بوده، همه مسئولین بودن. بله. که اونجا در واقع بر اساس پلیس به عنوان فرماندهی میدان، بر اساس در واقع هماهنگی که با شورای تامین داره انجام میشه اقدام میکنه. شو اسمك؟ ابراهيم. ابراهيم من؟ الشريده. ابراهيم الشريده من وين؟ من الشيطات؟ من ابو حمام. طيب من ابو حمام، انت ماذا فعلت؟ هنا قتل ابن اخوي. طيب ما في مشكله، هذا عدو الله، هذا عدو الله عز وجل، قتلوا ابن اخوه بالار بي جي، وباذن الله عز وجل قصاص نفس الشيء بالار بي جي نقتله. معلوم من متونسين با ار بي جي بزنن خون مردم رو داغون کنیم. اینا این واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.